دوستان عزیز ارجمند به گرد همایی امشب که به مناسبت هفته جهانی ایرانیکا برپا شده است خوش آمدید. بنده با وقت محدودی که دارم سعی میکنم که فشرده عرایضم رو مطرح کنم و در هر حال اونچه که وظیفه اصلی من هست تشکر از شما عزیزان است که در این هوای گرم تشریف فرما شدید و این مجلس رو به نور حضور خود منور کردید. تشکر بعدی از دوستان عزیزمون به خصوص آقای دکتر آقای مهندس عبدالحمید اشراق هست که از پاریس تشریف آوردن برای برگزاری این برنامه. آقای مهندس اشراق در واقع عضو هیئت امنای ایرانیکا و موتور اصلی تحرک ایرانیکا هستند. ازشون خیلی تشکر میکنیم و خواهش هم خواهیم کرد که ضمن بیاناتی که میکنن در باره خود آقای دکتر احسان یارشاطر هم این نکاتی رو، چون هیچ کس به اندازه ایشون به دکتر یارشاطر نزدیک نیست. همچنین از دوستان محترم سخنبر ارجمند دوست گرامی حضرت آقای دکتر اسماعیل خویی که دیروز هم بنده کلاغه به هم خبر داد که 72 سال حیاتشون بود و انشالله به 100 و بالاتر از 100 تا خواهد رسید، از ایشون تشکر میکنیم. همچنین از آقای دوست عزیزمون آقای دکتر زمانی که چند بار هم در کانون سخنرانی های بسیار سودمندی در زمینه مسائل اقتصادی کردن تشکر میکنم که فراخوان این بنیاد رو پذیرفتن و امروز اینجا تشریف دارن و افاده کلام خواهند کرد. دوستان عزیز، هیچ کس نیست که از اهمیت فرهنگ نویسی بی اطلاع باشه. فرهنگ نویسی در غنای یک زبان و یک به اصطلاح فرهنگ نقش بسیار اساسی ایفا میکنه. بدون اینکه خواسته باشیم زحمات کسانی که فرهنگ نویسی کردن در ایران، چه برهان ساطع و برهان قاطع رو نمیدونم عرض کنم که آنندراج و دیگران، تا برسیم به معاصران معین و عرض میکنم حضور شما مصاحب و امید و از همه سر آمده همه استاد علامه دهخدا، واقعا زحماتی کشیدن قدرشون بر همه ما معلوم است و عرضشون هم طبعا معلوم. اما وقتی با دیده انصاف به دانشنامه ایرانیکا نگاه کنیم میبینیم دانشنامه ایرانیکا یک قصه دیگریست و یک سخن دیگریست، ولی که دانشنامه ایرانیکا نگاهش به جهانه، تنها نگاهش به داخل نیست. البته بنابرای مهندس شاخ در این باره بیشتر صحبت خواهند کرد و ما رو آگاه خواهند کرد. حقیقتاً بایستی که به همت والای آقای دکتر احسان یارشاطر استاد ارجمند همه ما به اصطلاح تحسین کنیم این همت والای این مرد بزرگ رو که در سنین بالای عمر در ویراستاری تمام آنچه که تا حالا چاپ شده شخصا نظارت کردند و میکنند و امیدوارم که عمرشون دراز باشه که این ودیعه ملی رو انشالله به کمال برسونند. آقای دکتر یارشاطر و کسانی که با ایشون همکاری میکنند حقیقتا فداکاری میکنند، ولی کافی نیست. این اتومبیلی است که داره حرکت میکنه ولی احتیاج به بنزین داره. بنزینش هم این است که کسانی که امکانات مالی دارن انشالله ایران یاران دوستان عزیز کمک بکنن، محبت بکنن و با کمک و یاریشون، برای اینکه امید ایرانیکا از کمک دولتی که قطع مقطوعه، کمک ملی، کار ملی سوال. نکته دیگر این که برای ایرانیکا یه تمری چاپ شده که کسانی که کلکسیون تمر نگهداری میکنن یا احیانا برای مصارف تمر، چون تمریست که میشود استفاده کرد برای پست و اینها، تمر زیبایی هم هست، دوستانی که علاقمند هستن، یه خانمی از همکاران خانم خرازی اینجا هستن که ایشون یادداشت میکنن و به تعدادی که لازم دارن در اختیارشون میذارن. و در پایان بنده لازم میدونم از فستیوال هنر و خانم خرازی که فهیمه خرازی که این تدارک این وسایل امشب رو کردن هم تشکر بکنم و بیش از این هم شما رو زحمت ندن، تسکیل ندن و از جناب مهندس شاه خواهش کنم که بیاناتشون رو
شروع بکنن و ما دل میدیم به سخنان پربار ایشان و بعد سخنان دلنشین سایر عزیزانی که اینجا ما رو سلام با سلام به فردشون با تشکر از لطفی کردید آمدید برای این جلسه. تشکر بعدی من از دو سخنران فریخته است که محبت کردن وقتشون برای ما گذاشتن. واقعا با تشکر کرد از آقای دکتر قاسمی بخصوص از خانم فهیمه خرازی. حقیقتا اینجا وجود عزیز برای ما بیش از هر زحمت میکشه. یک نوع خدمت به فرهنگ و دانشنامه ایرانیکا این هست. تنها این نیست که انسان پول نقد بده. رئیس جلسه امر کردن من که راجع به خود یا شاطران براتون بگم. یا شاطر یک فردیست مثل من و شما. از سن 11 سالگی پدر و مادرش رو از دست داد. رفت پلو رئیس مدرسه، گفت من میخوام درس بخونم. گفت خود درس بخون. گفت پول ندارم. گفت از بابات بگیر. گفت پدر ندارم. گفت از مادر بگیر. گفت مادرم ندارم. رئیس مدرسه مکسی کرد، گوشی رو برداشت، تلفن کرد به یک مؤسسه دیگه دانشسرای مقدماتی. بعد از مکالمات طولانیست که این جلسه نمیخوام بگم، خیلی مفصله، ایشون رفت اونجا و کار کرد و مسئول شد و رئیس اونجا شد و اومد اینجا انگلستان و شروع کرد اینجا و باز دانشنامه اسلام ایشون اولین قدم رو گذاشت و دو فسیکول یا سه فسیکول رو ایشون گذاشت. حدود 37 سال قبل دولت ایران برای 2-3 سال پول داد برای دانشون و انقلاب شد و ندادن ایشون آمد. چرا این آقای احسان یاشاطر اینقدر معروفی؟ شخص من که اینقدر بهش نزدیکم، تمام سفرات، اکثر سفرها میگم دبی، کانادا، سوئیس، همینجا، تمام اکثر جاهای آمریکا با هم رفتیم و هر وقت میرم آمریکا منزل ایشون زندگی میکنم. یه چیز دیگه ای داره، نمیشه گفت همش ایرانیکا. همه شما یادتون میاد که 1330 خورده بود که خانلری سردبیری سوهان را داد به ایشون. خانلری دوست نداشت سردبیر به کسی بده، به هیچ کس نداد. یا شاطر یک گروهی درست کرد برای خودش، آقای معین و آقای رمزم فلسفی و آقای خانلری و دیگران. حدود 200 نفر لیست داریم، ما داریم یه چیز برش می‌نویسیم. من گفتم، بهش گفتم یاران، گفت نه، ننویس یاران، می‌نویس همکاران. اینا تو نظرش بود. حالا شده 1650 نفر، یه پدر بزرگی شد. 1650 نفر کی؟ واقعا بهتون بگم، صادقانه بگم، اندیشمندان تمام دنیا. از این 1350 نفر 11 نفرش که این دو نفر عزیز ما هم جز ما هستن، جزو ایرانی ها هستن. 11%، بقیه خارجی هستن. حالا چرا اینقدر قدرت معروف شده؟ یادتون میاد که موقعی که همین گفتم سخن شروع کرد، مقالاتی راجع به نقاشی نوشت که اصلا گروه نقاشان را
مرید خودش کرد. فوبیس چی میشه نمیدونست. پاسئیسم چیه؟ کوبیسم چیه؟ ده صفحه بدون نام. داداییسم چیه؟ اصلا نقاشان ما، نقاشان گردن کلفت ما، اینا نمیدونست. پس این گروه آورد گذاشت تو جیب خودش. 1337 اولین بینال نقاشی در مملکت ما انجام شد. این آقا یک تابلو نقاشی نکشیده، هیئت جوری رئیسش ایشون باشد. یک در این دفترچه اولین بینال مملکت ما که 63 سال از بینال ونیز عقب بود که حالا ما عقب تر هستیم، یک مقدمه در این نوشته که من دارم، هر کس بخواد برش میفرست. فوق العاده است. ایشون آشتگ نیست. مقالاتی که راجع به آشتگ معماری آمریکا نوشته بیاد بخونید. قدرت تواناییش اصلا فوق‌العاده است. چند ماه قبل اومد در پاریس ما. یه گروه هنرمند دعوت کرده بود اینها. یه نفر صحبت کرد راجع به موسیقی و شعر. اوزان موسیقی و شعر. آخه درست سر و سال بره ما صحبت کرد. موسیقی‌دان‌هایی که جونش هسته بود. من غلو نمی کنم. در سن 90 سالگی کمتر کسی هست که دیدم، ممکن باشه من نمی دونم، اینقدر قوای دماغیش را حفظ کرده باشه، مغزش کار میکنه. هر کی باش صحبت میکنه اسم کوچیکی میگه، تمام اسامی رو میگه. من در روز قبل یه جلسه داشتیم، 25 نفر از رجال ایرانی از تمام کشورها با خرج خودشون مدودن به صلاحیت رئیسی، این که خطوط اصلی ایرانی کار مطرح کنه. نمیخوام اصلا ایشون بیارم. ایشون از ساعت 10 صبح تا 8 شب بدون وقفه یک ساندویچ سرمیز در دانشگاه کولومبیا جلسه اداره میکرد با قدرت تمام. میخواست اسم یک شخصیت بیلمنی راجع جغرافی بیاره، 5 نفر میگفت، 5 نفر از اون بره میگفت. حتما شما میشنسید تو روز نادری با یک گروه دیگری با عکس و تصویر و فیلم چارت چی میشه؟ شمای ایرانیکا رو مطرح کردن که چی باشه، کجا بیری. این هیئتی که 25 نفر اینجا روشن در سال چند تاشون عوض بشه و پرسنتاجش چقدر باشه. گروهی که باید انتخاب مقاله بکنن کی باید باشه، گروهی که باید تصفیب کنن کیا باشن، توضیح میدن. بحث بسیار طولانی و اتصاد هر شب طولانی تمام شد. کارش چیه؟ اولا خوردن آب دیگه براش غیر ممکن شده. لیوان آب تا یک سال نیم دو سال قبل میتونست دو دستی بگیره بخوره، حالا دیگه با یک نی و باید روی یک میزی باشه تبتون بخوره. منزلش هیچ کس نیست، خودش تنها. لطف محبت دانشگاه کولومبیانی که 3-4 اتاق بهش داده. این 3-4 اتاق تا دفترش 4 دلوشتر راه نیست. کلید که تو جیب عقبشه، باید در مزوره که باز میکنه میره تو، در میبنده، میری دفترش تا 11 شب دفتر.
میاد یه چیزی تو یخچال برمیداره میخوره و میخوابه. فکر و ذکرش فقط دانشنامه ایرانی کاست. در همین دفعه که من خدمتشون بودم آمد راجع به ایران ما ایده الان اگر شما کسی داشته باشی من با کمال میل قبول میکنم که کمک کنم. میخواییم شهرهای ایران رو بنویسیم، بیان روی دانشنامه ایرانی کار. شهرهای ایران نه خود شهر، خود فارس دارابه، نمیدونم جهرم فلانه فلانه فلانه، نه از نظر جغرافیایی، کل مسائل یک شخصیت بزرگ که اونجا باید بنویسیم، وسعتش، جمعیتش، تولدش، پیشرفتش، مرز جغرافیایی، تمام. دوستان من واقعا اگه بخوام بگم میگید خیلی دارم غلوف میکنم، نه، توی اتومبیل بودیم، تمام شهرهای کوچک این استانها رو برای من میگفت کسی باید نگاه پیدا بکنی پنج تا اسم میگفت. این هوش زخو بر آدم نمیتونه توجه کن. ماشاءالله باید بکن بشورش کن. شما رئیس خوبی هستید تا معلومه. این دانشنامه چه کار میکنه؟ اولا چند تا مجله معروف اینجا چیز آینه جهان یک شماره مخصوص بهش داده، مجله دیگر جوازی مختلف هر چی بیلیت بهشون داده شده. یکی از این شماره رو بردم فقط ببینید شما جلد 14 اومده بیرون، جلد هر جلدی 800 صفحه است. 800 صفحه به زبان انگلیسی تقریبا این آقای آشاتر با دوستانش که تقریبا 14-15 نفر هستن، 43 نفر ویراستار و 6 نفر در تمام دنیا 46 کشور بزرگ نماینده های اصلی و تعدادی دوستان دیگر، اینها این کار انجام میدن. هر مقاله تقریبا یک دو سال طول میکشه. روش مقاله اینه که از یک شخصیتی میپرسیم که این مقاله برای ما بنویسید، تعداد لغات قید میشه و مشخصات اون مقاله قید میشه که باید بشه. معمولا حدود 6-7 ماه، یک سال، یک سال و نیم، مقالات دو سال هم داریم که طول کشته. پولی به اون معلان نمیدیم. واقعا یک تقریبا نمیخوام بگم جنبه غلوف به کار ببرم، یه افتخاریست برای اون نویسنده که دوست داره که مقالش توی روزنامه، توی دانشنامه ایرانیکا باشه. برای هر 1000 لغتی 100 دلار میدیم. 1000 لغت تقریبا میشه 3 صفحه، 3-4 میشه. این در واقع پولی به معنا نیستش. هر حرفی حدود 800 تا مقاله میخواد. هر حرفی ما الان رسیم به جی که بعدش کامیت و فلان فلان الان داریم حرف بعدی رو تاییدیه میکنیم به درست. اون وقت این خود حرف که 800 مقاله میشه تقسیم میشه روی جغرافی انقدر، روی ادبیات انقدر، روی موسیقی انقدر. بعضی برای بعضی رشته ها مشاور زیاد داریم، مثلا برای تاریخ 3-4 هستن، برای موسیقی جان دورین که فقط یه نفر بیشتر نیست دارد کردیم. بعضی رشته ها مشاورین زیاد هست. خرج ما بود 900 تا، امسال شد 800,000 دلار، کم شد به خاطر 3-4 تا دوستانمون رفتن، مشاوران علمیمون رفتن. حالا کسی باید جاشون بیاریم باز دو مرتبه بونو میره بارا. این 800,000 دلار یک مسئله هست، مؤسسه علوم انسانی که به هر کس، به همه شما، هر کس یک برنامه مدون شده صحیح بین المللی که سیاه‌سفید و مصحاب اینا توش نباشه پول بهتون میده رایگان. یه شرط داره که 2/3 پول رو میده، 1/3 باید خودتون در بیارید. یعنی اگر مایی 30,000 دلار بهتون میده، 10,000 دلار باید دیگرون بهتون بدن تو صندوقتون باشه که 30,000 دلار بده. این شرطش معمولا 3 سال بیشتر نمیده. بعض وقتا سعی کرده که افرادی خوب کار کردن 6 سال هم بده. ما تا حالا چون خودشون یه گوری دارن که ناظر بر اعمال کار ما هستن،
یعنی علاوه بر اینکه از افغان رستم میگذره اینجا، اونها هم نگاه میکنن که اینا دارن چیکار میکنن. سالی 150,000 دلار به ما پول میده، امسال کمتر شده، یعنی کمتر داره میشه، مرتب داره کمتر میشه. ما 80,000 دلار پول میخوایم و بقیهش رو به یک صورتی تا حالا دوستان محبت شدن. آمدیم حالا یه راه حل دیگه پیدا کردیم که شاید خدا کند، به قول ایشون فرمودن گفتیم خدا کند، به صورت آنلاین درست کردیم یه خطی، اولا ایرانیکا.com بگیر تمام مسائل بهتون میده، بعد www.iranika.org آنلاین میتونید پیدا کنید که راحت این چیزها رو بهتون میده. تمام مشخصات ارسال پول به شما آنن به شما از کنم که رسید داده میشه. گفتیم که اگر امکان داره نفری 1 دلار در روز به ما بدن، اگر ندارن نصف دلار، اگر ندارن 1/4 دلار. اینا تماما هرچی به صورتی که در این گفتم اینان که آنلاین بهتون میگه که دکتر بزنید این شماره ارسال کنید به این صورت، خیلی خیلی ساده، نه چک میخواد نه فلان میخواد، تمام وصل بهتون گفتن. چرا این ایرانیکا شهرت زیادی پیدا کرده؟ چرا؟ ما 3-4 تا دانشنامه داریم در ایران، تشیع داریم، جهان اسلام داریم و آقای بجنوردی خوب کار میکنه. 3-4 تا از دوستان ما خالق مطلق، آقای فرانسیس ریشار، یان ریشار، افراد دیگه با اونها کار میکنن، با ما هم کار میکنن. یعنی خالق مطلق الان هفته قبل یا این هفته در میر ایران مسئول یکی از بخشهای یکی از دانشنامه ایران میگه که ما یه محدودیت هایی داریم، فلان چیز باید بنویسیم در مقاله، اون فلان چیز نباید اسم فلانی رو بیاریم، فلان گروه رو نباید بنویسیم، این بخش نباید بنویسیم، یعنی محدودیت ها. یک کلمه راجع به قبل از اسلام نباید بنویسید، تمام شد. اگر با خود رفرانس به قبل از اسلام بدید حق ندید نکار بکنید. ولی دانشنامه ایرانیکا از زمان مفرق بگیرید که باید این دوتا استاد به من میگن که چطوری بوده تا حالا، تا همین زمان حالا، بدون با موشی کافی و واقعا حیاتون بگم که بی‌طرفانه و صادقانه به حکمت این که تیراژ ما بند از تیراژ اونا نیست. دوستان این برای ما 750 دلار در میاد و به شما 250 دلار میفروشه. دوستان تکرار میکنم، حق شاده بخواید بهتون بیارم چیز 750 دلار. عشق به اینه که فرهنگ ما از گیاه، ساختمان، شخصیت ها، میوه ها، جانوران، هرچی اونجا هست تو اینجا ثبت بشه، دست برد دیگران واقع نشه. امروز در حضور خدمت استاد بزرگ جناب علایی صحبت میکردیم، دست برد های ما داریم، مدول رو ما از مال ماست، مدول یعنی واحد. قرن 15 رفت ایتالیا بزرگش کرد، به نام خودش کرد. شما این کتاب های آقای پوپ بخونید که حق نداشته بره. این چوازنبیله نگاه کنید، آجوری که درست کرده 40 سال در 10 سال یک واحد 3000 سال قبل ثبت شده اینجا، کسی دیگه نمیتونه از ما این رو برداره، ما ثبتش کردیم. کدومی از شما هر روز شما هم موسیقی گوش میکنید؟ کی میتونه بگه که 5 گاه یعنی چه، 4 گاه یعنی چه، 3 گاه یعنی چه؟ کی میتونه دست بلند کنه؟ به درد ما میخوره چیزا چه روز برداره گوش میکنیم. این رو سعی میشه اون چیزایی که واقعا مثلا من شخصا از دباغه چیز نمیدونم و
ولی تفاوت مملکت ما بوده اینجا ثبت شده و ثبت میشه. من یه مثالی جای گفتم، همجا گفتم، اینجا میگم و فکر میکنم که آقای رئیس داره در تمام میکنم. بله، وقت من تمام شده.